سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به این بخش ویژه خبر. رهبر ایران میگوید نیروهای امنیتی کشور توانستند در مقابله با معترضان در روزهای اخیر پیروز شوند. این در حالی است که مقام‌های ایران همچنان ارتباط ایران را با جهان خارج برای سرپوش گذاشتن بر این نارامی‌ها قطع کردند. اینترنت برای چهارمین روز همچنان قطع است. اگرچه مقام‌های کشور میگویند اگر شرایط آرام بماند اینترنت را به زودی وصل می‌کنند. عفو بین‌الملل گزارش داده است که در این نارامی‌ها طی 6 روز گذشته بیش از 100 نفر کشته شدند و صدها نفر هم مجروح. تعداد زیادی از بانک‌ها و ادارات دولتی و مراکز مذهبی هم به آتش کشیده شدند. کسرا ناجی از تازه‌ترین تحولات ایران گزارش می‌دهد. تیراندازی‌های نیروهای امنیتی به طرف تظاهرکنندگان در روزهای اخیر 10 کشته به جا گذاشت. سمت مردم می‌بینید دست کم 106 نفر به گفته عفو بین‌الملل. با اسلحه پشت درخت وایساده داره مردم رو می‌زنه با. اما رهبر ایران امروز این را پیروزی دیگری برای خود و حکومتش دانست. همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما، ما در عرصه جنگ نظامی دشمن رو عقب زدیم، در جنگ سیاسی دشمن رو عقب زدیم، در عرصه جنگ امنیتی دشمن رو عقب زدیم. همین کارهای این چند روز اینا کارهای امنیتی بود، این کارهای مردمی نبود، کار امنیتی بود، عقب زده شدن. در عرصه های مختلف دشمن رو عقب زدیم، به توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی هم دشمن رو به طور قاطع عقب خواهیم زد. پیروزی تو خالی که گویای شکست سیاست‌های اوست که کشور را به انزوا و فقر کشیده و ورطه جنگ و بسیاری را در کشور مستأصل کرده، سیاست‌هایی که حالا رئیس جمهوری هم خود را در آن سهیم کرده است. این بار هم در اختشاشات که نقشه دشمن برای ناامنی بود، مردم در این صحنه کاملا پیروز شدند. معلوم شد دشمنان ما در طول این دو سال و سالهای قبل که برنامه ریزی کرده بودند برای آشوب طلبان چقدر سربازشون کم بوده و گرچه آدمهای شروری رو برای این کار انتخاب کردند، خسارتهایی رو به مردم زدند، به زندگی مردم، به جان مردم، حتی به نوجوانهام اینا رحم نکردند، با سلاح گرم و سلاح سرد به بچه ها هم حمله کردند، به مغازه های مردم، به خونه های مردم، به داروخونه، به مرکز پزشکی، به جاهایی که خدمات رسان بودند به مردم. این نشون میده که این جمع کوچک ضد کشور، علیه وطنشون، علیه منافع ملیشون کار کردن. من دیروز که داشتم میمدم دیدم از پایگاه همه تمام وانتا پر سنگ و کلوخ و بنزین و چوب و اینا، کارشو اینه. هم اون موقع هم که زمان موسوی بود اینا این کارو کردن، زدن در و داغون کردن بزنن گردن چهار تا جوون بدبخت، درسته که جوونا همه خودشون بودن با کت شلوارشون، ولی خدا شاهده فقط 5 تاشون مال این مسجد آریا شهره از میدون نور اومده بودن، پایگاه فرهنگیان اینا بودن. در ستارخان در تهران این زن یکی از بسیاری از ناظران نارامی‌های اخیر است که میگوید کسانی که بانک‌ها، مراکز دولتی و درمانی و مذهبی را به آتش کشیدند سازمان داده شدگان حکومت بودند برای ایجاد محملی برای سرکوب و ارعاب. تمامشون بسیجی بودن، از پایین آمده، من پایگاهشون رو میشناسم و قیافه‌هاشون رو. I had a sense that there would be protests in the future. اما آمریکا هم ظاهرا بیکار ننشسته است. این نماینده آمریکا در امور ایران. So I started working with a number of private sector technology. با تعداد شرکت فناوری خصوصی همکاری را شروع کردم و توانستیم ابزارهایی به دست ایرانی ها برسانیم تا وقتی که رژیم میکوشد آنها را سانسور کند با هم در ارتباط بمانند. ما همچنین تلاش میکنیم شیوه و ابزارهایی را در اختیار ایرانی ها بگذاریم که بتوانند با قطع اینترنت از طرف رژیم مقابله کنند. فکر میکنم که این کار به عده‌ای کمک خواهد کرد به فرستادن فیلم هایشان به بیرون از ایران ادامه بدهند. Some people
connect to the internet so that they can continue getting out their videos. امروز در روز ششم ناآرامی ها حکومت طرفدارانش را اینجا و آنجا به خیابان ها راهپیمایی تحت عنوان دفاع از اقتدار و امنیت زیر لوای تندروها با شعارهایی که کشور را به بحرانی بزرگ کشاند راهپیمایی آزاد برای آنها سرکوب ماشین آپاش و گلوله برای معترضان این در بوشهر ادعای پیروزی رهبر ایران در مقابل اعتراض ها که او آن را امنیتی خواند راهی برای اعتراض مسالمت‌آمیز نگذاشته علی‌رغم ادعای او که اعتراض حق مردم است عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و مردم با این شیوه حکومت کسرانه جی بی بی سی گزارش همکارم کسرا ناجی رو میدیدید از اتفاقاتی که در ایران افتاده همکارم فرنوش امیرشاهی هم لحظه به لحظه خبرها رو دنبال کرده فرنوش امروز وارد پنجمین روزی میشیم که اینترنت در ایران قطعه درسته داریم یواش یواش وارد پنجمین روز میشیم که اینترنت در ایران قطعه و اونطور که مقامات مسئول در ایران گفتن چشم اندازی وجود نداره از اینکه چه زمانی ممکنه که اینترنت وصل بشه قرار هفته آینده مجلس جلسه داشته باشه جلسه غیرعلنی یک شنبه آینده که یکی از موضوعات هم اینترنته و اینکه آیا میارزده هزینه ای که کردن برای قطع اینترنت یا اینکه به هر حال حفظ امنیت راهی جز این به گفته اونها نداشته همین حالا این چند روزی که گذشته داره گزارش‌های منتشر میشه از اینکه این موضوع چه صدمه‌ای به اقتصاد لرزان ایران تا همین حالا هم وارد کرده مثلا یکی از اعضای اتاق تهران اتاق بازرگانی تهران گفته بود که ما تونستیم بعد از مدت‌ها تحریم‌ها رو دور بزنیم و یه حساب در یک از بانک‌های اروپایی باز کنیم حالا چند روزه ما نمیتونیم مدارکمون رو ایمیل کنیم و اونا منتظرن که ما مدارکمون رو ایمیل کنیم و تعجب می‌کنن از اینکه اینترنت ندارم و داریم این فرصت رو از دست میدیم ممکنه این حسابمون هم بسته شه یا گفتن که ما اصلا نمیتونیم ردگیری کنیم محموله هامون رو ببینیم کجاست در چه مرحله ای چه اتفاق داره میفته گروه نت بلاکس که محدودیت های اینترنتی رو در ایران رصد میکنه همین چند ساعت پیش یک گزارشی داشت و گفته که اقتصاد ایران با قطع اینترنت روزی 60 میلیون دلار داره خسارت بهش وارد میشه حالا شما حساب کنید تقریبا 5 روز گذشته از این موضوع و این خسارتیه که داره در این بخش وارد میشه این جدا از اینه که بسیاری از استارتاپ ها نمیتونن در ایران الان کار کنن کار بیمارستان ها و بانک ها مختل شده آقای آذری جهرمی گفته بعضی از کسب و کارها تا 90% کاهش سطح تراکنش داشتن و خب اینا موضوعات مهمیه اینا در شرایطیه که مقامات رسمی از جمله آقای روحانی امروز صبح گفت که مردم دوباره سربلند بیرون اومدن و پیروز شدن به نوعی در این اتفاقاتی که افتاد ولی از اون طرف گزارش هایی که خودشون منتشر میکنن مقامات رسمی از میزان خسارت هایی که وارد شده و از میزان تعداد و گزارش های غیر رسمی که منتشر میشه از تعداد کشته ها و تعداد زخمی ها این سوال ایجاد میکنه که آیا واقعا این پیروزی بوده و آیا واقعا اینکه تموم شده ماجرا مثلا اینکه همین دقایق پیش استاندار تهران گفته که بیشتر خسارت ها در غرب استان تهران و در شهرستان های ملارد و بهارستان و قدس و شهریار بوده یا شهردار شیراز گفته که زیر ساخت این شهر میلیاردها تومان خسارت وارد شده و ما حالا بعد بودجه های عمرانی رو خرج میکنیم که خسارت ها رو بتونیم که جبران کنیم و همه اینها این موضوع رو ایجاد میکنه که آیا واقعا این پیروزی بوده و آیا این اعتراض تموم شده در شرایطی که درهای ایران به روی تمام رسانه‌ها بسته است و خبری نمیتونیم منتشر کنیم از اینکه از جزئیات اونچه که در ایران میگذره ممنونم از دعوت همکارم فرنوش امیرشاهی با آخرین ها درباره وقایع ایران رهبر ایران امروز گفته که نیروهای در
تازه ترین صحبت هایی که درباره اتفاقات ایران کرده، گفته که نیروهای امنیتی کشور تونستن در مقابله با معترضان در روزهای اخیر پیروز بشن. مقام های ایران همچنان ارتباط اینترنتی رو قطع نگه داشتن و معلوم نیست که اینترنت کی وصل بشه. حسن روحانی هم امروز گفت که معترضان آشوبگر بودن و مسلح و وابسته به سازمان های بیگانه و تروریستی. برای صحبت بیشتر در این باره امیر یحیی آیت اللهی، پژوهشگر فلسفه سیاسی از برلین با ماست و مهدی نوربخش، تحلیلگر سیاسی و استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر با ما هستند. آقای نوربخش، صحبت های آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو شما چطور دیدید؟ ایشون در روزهای گذشته هم گفته بودش که ما همه جا دوربین داریم، کسایی که حتی راه بندون کردن رو شناسایی میکنیم و از قوه قضاییه خواست که پیگیر اونها باشه. امروز هم سخنان خیلی تندی رو بیان کرد. آیا چنین ادبیات و چنین حرفهایی رو شما انتظار داشتید که آقای روحانی بیان کنه؟ هرگز من انتظار نداشتم، بلکه آقای روحانی متاسفانه از دور دوم ریاست جمهوری کاملا نشان داد که به هر بار منافعش کجاست. یعنی الان کاملا میتونید الان شما ببینید که منافع دولت موازی که آقای خامنه ای اون رو سر پا آورده و منافع آقای روحانی در یک خط حرکت میکنه. من از آقای روحانی سوال میکنم، امروز تظاهر کنندگان اومدن به خیابون، شما میتونید فردا به کسانی که منتقد این نظام هستند اجازه بدید یک سری تظاهرات آرام در سرتاسر کشور داشته باشند؟ چرا وقتی که این تظاهرات به خشونت کشیده میشه مردم رو اغتشاشگر میدونید؟ کدام عرصه‌ای برای مردم بازه برای تظاهرات؟ کدام حقی برای اعتراض برای مردم ایران شناخته شده که آقای روحانی میتونه چنین ادعایی بکنه؟ باعث تأسفه که دولتی که مردم انتخاب کردن و این همه مردم اعتماد و اعتبار برای این دولت قائل شدند، نهایتا دولت هم پیوست به نظامی که یک نظام سرکوبگره. و امروز وقتی آقای خامنه ای صحبت میکنه از امنیتی بودن، همین نسخه رو برای عراق هم تجویز کردن که آقای سیستانی در مقابلشون ایستاد و گفت که درون عراق هیچ دخالت خارجی در حقیقت نباید بشه. اینه که این نسخه بارها در ایران پیچیده شده. هر وقتی که مردم دست به تظاهرات زدن، اینها اغتشاشگر بودن، اهل فتنه بودن و مجدداً این نسخه برای ایران پیچیده شده و باعث تأسف که آقای روحانی که باید حامی و محافظ در حقیقت قانون اساسی ایران باشد و حق اعتراض رو به رسمیت بشناسد، اون هم مردم رو در صف اغتشاشگران میگذارد و یک زبان میشد با نظامی که برنامه ها شکست خورده. من یک چیزی اینجا اضافه بکنم، خیلی جالب، این آمار خود دولته. 31,000 میلیارد دلار ازدیاد قیمت بنزین در ایران، به 18 میلیون خونوار میخواد این تعلق بگیره، یعنی 60 میلیون مردم و 60 میلیون انسان در ایران. 85 میلیون جمعیت ایران، یعنی 2/3 تقریبا مردم ایران، در اثر سیاست های غلط این نظام در طول این چندین سال در زیر خط فقر یا فقر قرار گرفتم. دولت آقای روحانی و رهبری و نظام باید جوابگو باشه. اینها به خاطر سیاست های غلطی هست که در طول این چندین سال دولت دنبال کرده. آقای آیت اللهی، نظر شما چیه؟ با سلام به شما و بینندگانتون و مهمان محترم. ببینید، جمهوری اسلامی دفعه اولش نیست که یک دولتی رو دعوت میکنه مردم بهش رای بدن و بعد که تمام اون وعده ها طبق معمول محقق نمیشه، مردم اعتراض میکنن و اون دولت میره پشت اون ساخت توکراتیک حاکم میسته. من فکر میکنم که در دهه اول انقلاب اینها خیلی راحت میتونستن این کار رو بکنن، چون که مردم شوک بودن از در واقع فروپاشی نظم پیشین و نظمی که داشت پایه هاش رو روی خون و روی کشتار بنا میکرد. با پایان جنگ اینها اومدن در واقع سازی زدن با این عنوان که ما میخواییم این کشور رو وارد دروازه‌های اقتصاد دنیا کنیم. از دل اون در واقع سپاهی در اومده که بودجه های بسیار نجومی داره، در حالی که دهک های پایین جامعه دارن تو فقر و فلاکت دست و پا میزنن.
من فکر میکنم که دولت آقای روحانی ازش توقعی جز این نبود. ولی خب مسئله اینه که ما الان به اینجا رسیدیم و مردمی که تو خیابون دارن میان، نه اینکه مسئله بنزین باشه، یک رژیم اومده سر کار که با وعده آباد کردن دنیا و در واقع معنویت این مردم، اون مینیمم یک زندگی شرافتمندانه و یک زندگی در واقع متوسط رو از مردم گرفته. و اگر دهه 96 کسانی میگفتن که فقط محرومان ریختن تو خیابون و در واقع این جنبشی نیست که در واقع جنبش در واقع همه طبقات جامعه باشه، که الان طبقه متوسط در واقع lower middle class، طبقه متوسط آسیب پذیر، بسیارشون در واقع فقط محرومان بینام و نشانن. یعنی این تجمعاتی که تو این یک سال اخیر رخ داد، بازنشسته ها، کسانی که پولشون رو این بانک ها غارت کردن، خب اینها جزء کدوم طبقه جامعه ایران هست؟ و من فکر میکنم این راهی که جمهوری اسلامی داره میره، اینها این پترن رو بارها آزمودن و تا حالا در واقع تونستن به قول آقای خامنه ای ضرب شستی نشون دشمنان و نشون مردم بدن، که ایشون مردم هم دشمن خطاب میکنه. ولی واقعا معلوم نیست این پترن همچنان جواب بده و این نظام اگر واقعا مینیمومی از عقلانیت برش حاکم بود، حداقل فکر آینده خود کسانی بودن که الان در مصدر امورن. یعنی این حس در واقع تاراجی که این مردم الان دارن، این واقعا آینده‌ای برای این آقایون که قطعا باقی نخواهد گذاشت. آقای نوربخش، آقای روحانی زمان انتخابات بارها درباره حقوق شهروندی صحبت کرد، هم حتی در دور دوم انتخابات از آقای رئیسی انتقاد میکرد، میگفت که فقط زندان و اعدام بلد بود آقای رئیسی. قبل از اون از آقای قالیباف انتقاد کرده بود، میگفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم و شما گازنباری میخواستید حمله کنید به دانشجوها و من نذاشتم. اینا همه مصرف انتخاباتی داشت یا اینکه نه در طول زمان موضع آقای روحانی تغییر کرد؟ والا من فکر بکنم که آقای روحانی در طول زمان، من حداقل این کردیت رو به آقای روحانی میدم که آقای روحانی با احساسات مردم به اون شکل در حقیقت بازی نمیکرد. شاید واقعا نمیدونم، شاید اعتقاد داشت به اون حرفی که میزد، شاید اعتقاد داشت به اون حرفی که میزد. اما چیزی که امروز کاملا مشخص شده است، آقای روحانی به این حرفا دیگه اعتقاد نداره، به نظام پیوسته است. صحبتی که امروز آقای روحانی میکنه بسیار باید تعجبه. میگه که این اغتشاشات نقشه دشمنه و در طول دو سال گذشته برنامه ریزی کرده بودن. دو سال گذشته یعنی چی؟ یعنی از دی سال 96 تا الان تا 98، این دو سال را آقای روحانی دارد میگه. این دولت و این نظام نتونسته درس عبرتی بگیره که مردم زیر فشار اقتصادی هستند. وقتی که رهبر جمهوری اسلامی دو شب پیش نیروهای اقتصادی کشور رو جمع میکنه، کارآفرینان رو جمع میکنه و میگه که این تحریم ها حالاها اینجا هست، شما فکر یک سال دو سال براش نکنید، اینها چه آدرسی دارن به مردم میدن؟ مردم چگونه باید امیدوار باشن در کشوری که 70% جمعیتش زیر 40 سال زندگی میکنه؟ این 40 ساله ها در انقلاب نبودند و آن چیزی که بعد از انقلاب دیدند ناکامی انقلاب بوده. یعنی انقلابی که به دست یک سری مستبد و استبدادگر افتاده و انقلاب به این روزی کشیده شده که خودش رو در حقیقت داره، در الان آقای خامنه‌ای خودش رو تنها فردی در اون کشور میتونه که میتونه تصمیم گیری بکنه. این شورای هماهنگی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده، این شورایی هست که به روشنی میخواد نشون بده که مجلس در این کشور کاری نیست، یک فرد در اون بالا تصمیم میگیره و اینم تصمیم آقای خامنه ایه. و این چیزی هست که امروز در کشور اتفاق افتاده. مردم انقلاب کردن که از یک قدرت مطلق رهانیده بشن و متاسفانه امروز در چنگال قدرتی قرار گرفتن که به مراتب مستبدتر از دولت پیشینه در ایران. آقای آیت اللهی، من میخوام این سوال از شما هم بپرسم. موضع آقای روحانی به نظر شما در طول زمان تغییر کرد تا به جایی برسه که از صحبت درباره حقوق شهروندی به این که الان معترضان اغتشاشگر هستن و مسلح و وابسته، یا این که
صحبتایی که قبلا میکردن فقط مصرف انتخاباتی داشته؟ والا من یه مقدار از آقای نوربخش متعجبم که اینقدر خوشبینی به خرج میدن و میگن که شاید ایشون اعتقاد داشته. ایشون کسیه که در خیزش دانشجویی 78 اومد در منبر نماز جمعه به عنوان خطیب جمعه و گفتش که ما چند نفر از اینا رو به دار خواهیم کشید و قائل خاتمه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی، ساخت حکومتی، کسایی که تو این 40 سال در مصدر امور بودن، نگاه اینها به مردم بسیار بدتر از نگاهیه که ما در تمام تاریخ 2500 ساله خودمون در واقع به کسانی داشتیم که در سلاطین مثلا سنتی ما میگفتن رعیت. جمهوری اسلامی مردم رو اصلا رعیت نمیدونه، مردم رو ابزار میدونه. اینها مردم رو در واقع ماشین هایی میدونن که میتونن ازشون استفاده کنن برای پیشبرد ایدئولوژی هاشون. اینها در واقع از گرده های مردم بالا رفتن و بسیاری از کسانی از دوستان من که به این دولت رأی دادن الان مخالف ساخت کلی جمهوری اسلامی هستن. من توقع اینه که نخبگان ما حداقل الان که ما به اینجا رسیدیم، قبلش شاید واقعا چاره ای نبود، شاید واقعا باید دهها میگذشت تا مردم ایران که در واقع به لحاظ روحیات تاریخیشون کمابیش مردم محافظه‌کاری هستن و البته انقلاب 50 که استثناء بود که اون بحث خودش رو میطلبه، این مردم چندین دهه باید وقت میدادن و الان من فکر میکنم تقریبا بسیاری از کسایی که تو دل همین حکومت هستن واقعا نگران و در واقع اندیشناک آینده هستن. منتها متاسفانه ساخت کلی نشون داده که هرگز اهلی نمیشه، رام نمیشه و اینها نه نسبت به نظم بین الملل تونستن یک روی کرده در واقع سازوار و هماهنگ در پیش بگیرن و نه نسبت به مردم خودشون و در واقع این یک بنبست. فرصتمون تموم شده، من فقط میخواستم به آقای نوربخش این فرصت رو بدم که اگر که پاسخی دارن بفرمایید خیلی کوتاه لطفا. والا جناب آقای طلایی، من کوشش دارم میکنم که حداقل نمیدونم در زمینه هایی، حالا شاید انسان خوشبینی باشم، به بعضی ها کردیت بدم، ولی کن در نتیجه کار هیچ فرقی نمیکنه. امروز آقای روحانی به نظام پیوسته، امروز این دولت و این نظام سرکوبگر مشکلات ایران، مشکلات امنیتی نیست. ممنون. خیلی ممنونم از هر دوی شما آقایون، امیر یحیی آیت اللهی پژوهشگر فلسفه از برلین و مهدی نوربخش علیگر سیاسی و استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا. و با افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر، چیزی که بارها از مقام‌های ایران شنیدیم، از حسن روحانی شنیدیم، این بوده که در مقابل افزایش قیمت بنزین یارانه به مردم پرداخت میشه. چیزی که مقام‌های دولت گفتن این بوده که در 3 پرداخت ماهانه این یارانه‌ها قراره به حساب مردم واریز بشه. علی خردپیر همکارم اینجا با ماست در این باره بیشتر صحبت کنیم. علی، یادداشتی رو هم در وبسایت بی بی سی فارسی نوشته درباره اینکه آیا دولت حسن روحانی میتونه جلوی گرونی و بعد از گرونی بنزین رو بگیره. علی، من قبل از این سوال میخواستم ازش بپرسم که این یارانه هایی که دولت میگه که قراره پرداخت بشه، فکر میکنی که اصلا تا کجا قراره ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه دولت حسن روحانی خودش کسی بودش که مخالف بود از همون اول با سیاست پرداخت یارانه؟ اگر که اشتباه میکنم لطفا منو تصحیح کن. درست میگی. در واقع تمام رفتار اقتصادی که امروز داریم از دولت آقای روحانی میبینیم، حتی از صحبت‌های شخص آقای روحانی میشنویم، در تضاد هست با آنچه که پیشتر میگفت و به ویژه دولت پیشین خودش، یعنی دولت محمود احمدی نژاد رو در واقع مورد انتقاد قرار میداد. و این پرسشی که مطرح کردی، تا چه زمانی قرار هست این یارانه‌های نقدی، یارانه‌های مستقیم پرداخت بشه، بی پاسخه. یعنی دولت هرگز اعلام نکرده که ما برای چه دوره این رو در نظر داریم و این در واقع خطر این مسئله رو در پی خواهد داشت که اینها به سختی بتونن اساساً یارانه ها رو قطع کنند، به دلیل اینکه رقم ها بالاست. آقای احمدی نژاد در مقطعی میخواست یارانه نقدی 250,000 تومانی پرداخت کنه که در واقع باهاش مخالفت شد اساساً و او این طرح رو کنار گذاشت، ولی امروز صحبت از پرداخت 55,000 تومان تا 250,000 تومان هست، بدون اینکه بدونیم تا چه زمانی این ادامه خواهد یافت. و
نکته‌ای که وجود داره هستش که با توجه به بروز اعتراض‌ها و گسترده شدن اون بیش از آنچه که تصور می‌رفت، یعنی در مقایسه با اعتراض‌های فرض کنید سال 86 وقتی که سهمیه بندی بنزین شد واقعاً بسیار گسترده بود. دولت تمام تأکیدش بر سر این هست که ما هر 10 روز یک بار به حساب‌های مردم پول پرداخت خواهیم کرد و این در واقع تصویر چندان مطلوب و روشنی رو برای آینده در برابر جامعه ایران نمیگذاره، برای اینکه همین نقدینگی ها تزریق پول به جامعه میتونه آثار تورمی داشته باشه. من در اشاره کردی به مطلبی که نوشته شده، در واقع سعی کردم نشون بدم که بیش از آنچه که بدانیم پرسش هایی مطرح هست که اساساً مسئولان دولتی انگار پشت گوش میندازن و پاسخی نمیدن و تناقض‌های بسیار. یه مقداری به این پرسش‌ها و تناقض‌ها برامون اشاره کن. برای نمونه بحث تکذیب گرانی وجود داره. خب ما میدونیم که برای اینکه ببینیم برای مثال تورم چقدر هست یا گرانی‌ها چگونه هست، واکنش بازار رو ببینیم، باید کمی زمان بگذره. به صورت دفعی بعد از این اعتراض‌ها ما دیدیم که برای مثال در بازار ارز واکنش نشون داده شد. دلار تو کانال 12,000 تومانی، یورو در کانال 13,000 تومانی قرار گرفت، سکه قیمتش افزایش پیدا کرد، اما اینها به نظر میرسه فقط در واقع کوتاه مدت باشه. آثار بلند مدتش و اینکه ما بخوایم از میزان تورم حرف بزنیم زمان بره. در عین حالی که دولت تکذیب میکنه اساساً مسئله گرانی رو، ما میبینیم که در واقع مسئولان حرف از این میزنن که سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده داده برای شمار قابل توجهی از واحدهای تجاری. خب اگر که گرانی وجود نداره یا گران فروش ها نیستند، پس این پرونده ها چه هستش؟ یا برای مثال عرض کردم افزایش یارانه های نقدی رو داریم، در عین حالی که یکی از جدی ترین مسائلی که باهاش مخالفت میشد در امر سیاست های اقتصادی آقای احمد نژاد پرداخت یارانه ها بود. آقای روحانی و دولت آقای روحانی همین چندی پیش بود که مردم رو تشویق میکردن به اینکه اگر که در واقع شما سطح درآمدتون به گونه ای هست که دیگه یارانه نیاز ندارید، لطفا انصراف بدید. خیلی ممنونم از در همکارم علی خردپیر. مقاله‌ای که علی نوشته هم روی سایت ما هست به نام افزایش قیمت بنزین، راهکار دولت در برابر نگرانی‌ها چیست، که ازتون دعوت می‌کنم حتما مطالعه کنید. شماری از مخاطبان بی بی سی فارسی هم در ساعت‌های گذشته با شماره‌های پیامگیر ما تماس گرفتند و نظراتشون رو هم گفتن که با هم بشنویم. شیراز، شهری که در کل ایران به شهر ادب و فرهنگ و شعر شهرت داره، باهاتون تماس میگیرم. نمیدونم چجوریه که این آقایون میگن یه ده ارازل اوباش دست به آشوب زدن. این شلوغکاری‌ها و تخریب‌ها کاری یه سری ارازل. آیا همه مردم شیراز ارازل اوباشن؟ یه انتقادی هم که بی بی سی فارسی دارم اینه که عموما کارشناسای شما میگن که این اعتراضات مال طبقه کم برخوردار و فقیرتر و جایی که بیکاری هست و اینا هست، در صورتی که تو شیراز اگه شما توجه کنید تمام مردم شهر به پا خواستن. این محله مالی آباد، عفیف آباد، قصرودشت، اینایی که شما دارید توی رسانه هم نشون میدید تصاویرش، اینا همش مال غرب شیراز و همون منطقه در واقع بالا شهر شیرازه. من یه شهروند اصفهانی هستم، کارگر شهرداری هم بودم، یعنی در اصل از قشر کارگر هستم، اما من اینو میدونم اگر همین آقای خامنه ای نبود، اینا دشمنان ایران رو سختی که میکردن. من فقط به این اصلا درست مردم گرفتارم، مردم که، اما خدا میدونه، یعنی باور کنید مردم کشش دارن، همین کششش زندگی دارن. با تشکر خدا. رضا هستم از تهران. من یه سوال دارم، میخواستم ببینم اعتراضی که من میخوام بکنم و حقم هست و نمیخوام به انگ اجنبی و مزدور و ارازل اوباش و اینجور چیزا بهم بخوره، بپرسید چه شکلیه، به ما یاد بده. این حق منه، بهم میگن حق داری اعتراض کنی، بگم به ما کجا بریم، چطوری اعتراض کنیم، مثلا بگم